سلام همراهان عزیزم، امروز آموزش آلبالو خشکه بسیار لذیذ و خوشمزه رو دارم که به راحتی شما میتونید توی خونه تهیه کنید و نوش جان کنید. بریم برای آموزش. برای درست کردن آلبالو خشکه، خب طبیعتا به چیزی که نیاز داریم یه مقدار آلبالو هست، حالا هر مقداری که میخواین. آلبالوها رو شستم و کاری که میکنم فقط این دوما و برگاش رو جدا میکنم و آلبالوی تنها رو که باید استفاده کنم توی قابلمه هم یه مقداری آب گذاشتم تا جوش بیاد و ادامه کار رو بهتون میگم که باید چیکار کنیم. آب رو گذاشتم جوش بیاد، الان یه دو سه قاشق توش نمک میریزم و میذارم تا دوباره این آب با نمک به جوش بیاد. آب که جوش اومد یه مقدار آلبالو رو توی سبد یه چیزی میریزیم که بتونیم اینو توی آب جوش قرار بدیم. قرار میدم 3 ثانیه، 1 2 3، در میارم یه مقدار که آبش رفت، دوباره 1 2 3، در میارم دوباره 1 2 3، یه مقدار که آبش رفت توی سینی میریزم و جلوی نور خورشید قرار میدم. هر مقدار آلبالو خشکی که خواستیم درست کنین همین عمل رو انجام میدین. اینو خالی میکنم و دوباره مقدار دیگه آلبالو رو داخلش قرار میدم. بعد از 4 روز که آلبالوها رو توی نور خورشید قرار دادم به این شکل در اومدن. حالا توی سبد میریزم و روش آب میریزم تا گرد و خاک هرچی که روی این آلبالوها نشسته از بین بره. روی آلبالوها یه مقدار آب ریختم، الان اینا توی ظرف دیگه میریزم، یه مقدار بهش نمک میزنم و یه مقدار هم ربع انار و اینا رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنم. حالا 3 قاشق 4 قاشق ربع انار میزنیم، خوب مخلوطشون میکنیم. بعد از اینکه خوب مخلوط شدن توی همون آبکش میذارم یه چند ساعت تا اون و به انار اضافیش بره. خب دیگه خوب که مخلوط شدن و توی آبکش میریزم. دیگه وقتی این کار انجام دادی نیازی نیست که توی آفتاب قرار بدین، توی همون محیط خونه چند ساعتی بمونه دیگه کافیه و آلبالو خشکه خوشمزه و بهداشتی ما آماده است. این نکته بهداشتی خیلی خیلی مهمه. خب دوستان، اینم آلبالو خشکه. حدود 2 ساعتی من گذاشتم توی اون آب کش موند و اینم نتیجه کار، یه آلبالو خشکه بسیار لذیذ و کاملا بهداشتی. یه نکته این که وقتی که آلبالوها رو توی آفتاب قرار میدین، زمانی که دیگه آفتاب نیست روی این آلبالوها و غروب میشه و اینا، آلبالوها رو به داخل خونه منتقل کنین، به خاطر اون وجود یه سری حشرات اینا که دیگه خودتون بهتر میدونین که تو این فصل وجود داره. امیدوارم که این آموزش مورد رضایت شما قرار گرفته باشه. تا یه آموزش خوشمزه دیگه، خدا نگهدار.